سلام بچه ها، مخلصم. اومدم با یه برنامه جدید و طراحی یه طرح جدید. از اونجایی که مد شده همه جدیدن سلطان زئوس رو تتو میکنن، منم اومدم براتون یه طرح جدید با یه ایده جدید با یه استایل دیگه متفاوت تر از بقیه طرحها براتون یه دونه زئوس طراحی کنم. شما هم سعی کنید همراه با من این طرح رو طراحی کنید یا ایده خودتون رو بدید و کارتون رو انجام بدید. خیلی سریع شروع میکنیم، میریم سراغ اجرای این طرح. بچه ها اگه سوالی چیزی هم دارید برام کامنت کنید، یا جایی رو اگه متوجه نشدید کامنت کنید، من اونو بهتون دوباره توضیح میدم. یه چیز دیگه این که بچه ها سابسکرایب یادتون نره، کامنت یادتون نره، لطفاً لایک کنید. خیلی مخلصم. بریم سراغ طراحی. اولین کاری که میکنیم مثل همیشه یه صفحه A4 میسازیم. حالا آسه آچار مهم نیست، من آچار میسازم که میخوام طرحم رو بازو بیافته، خب یا رو ساعد بیافته، فرقی نمیکنه. اون قسمت فایل رو میزنیم، یه نیو جدید میسازیم، میایم توی این قسمت کلیپ بورد اینترنشنال پیپر و ببخشید اینترنشنال پیپر A4 و رزولوشن 300 RGB اوکی میکنیم. خب این صفحه که قراره توش طراحی بشه سلطان زئوس رو میاریم توی این قسمت ها قرار میدیم که ببینیم که طرحمون رو چطوری شروع کنیم. اولین کاری که میکنیم بچه ها یه طرح اولیه میزنیم، لایه‌مون رو باز میکنیم، میاییم روی صفحه‌ای که قراره روش کار کنیم، بک‌گراندش رو دوتا کلیک میکنیم، قفلش باز میشه و یه صفحه جدید میسازیم، یعنی یه دونه لایه جدید میسازیم. اسم لایه‌مون رو میذاریم اسکچ و قسمت براش رو میزنیم، یه براش مشکی خیلی نازک برمیداریم، مثال این اگه بازوی ما باشه. اوکی، میخوایم اون ستونهایی که قرار استفاده کنیم اینها رو بذاریم قسمت بالا، خود زئوس کارکتر زئوس رو بذاریم وسط و این کارکتر زئوس رو بذاریم این قسمت پایین تر، و یه سری رعد و برق داریم که از این طرف و از این طرف به طرحمون میتابه، میخوام که یه خورده جذابش کنه. خب این از این، یه مقدار اپاسیتیش رو کم میکنیم، یعنی نورش رو کم میکنیم برای اینکه به طرحمون آسیب نزنه. میریم سراغ کارکترها و چیزهایی که قرار تو طرح استفاده کنیم، طرحهایی که قرار توی این طرح کامل استفاده کنیم و میکشونیم میاریم اینجا. دکمه وی رو میزنیم، کلیکش میکنیم، میکشونیمش توی طرح و روی صفحه ولش میکنیم. کنترل تی رو میزنیم، صفحه بزرگش میکنیم و من سعی میکنم که دوست دارم روش به این طرف باشه. اوکی، هوریزونتال نکنین. کنترل تی رو میزنم، بذارید دوباره انجامش بدم. کنترل تی رو میزنم، روش کلیک راست میکنم، این قسمت هوریزونتال میکنم و میچرخونمش، به اصطلاح میرورش میکنم یا اینو روش و این طرف میکنم. خب شیفت رو نگه میدارم و این رو به اون اندازه‌ای که میخوام توی طرحم باشه بزرگش میکنم. اوکی، اینو بزرگش میکنم که بدنش بیفته این پایین. اینم از این. اوکی، خب این از این. طرح اولیه‌ام شد خود زئوس. زئوس رو آوردم اینجا و میخوام که مقدار قسمت های بیرونیش رو یه کوچولو نرمش کنم دیگه. اوکی، موافقی بچه ها؟ اینجا رو یه کوچولو نرمش میکنیم. خب میریم سراغ اون ستون هایی که میریم سراغ اینها. اینا رو برمیداریم همون شکلی میکشونیم توی طرحمون و بزرگش میکنیم. خب من دوست داشتم که یه خورده این طرح متفاوت باشه. خب سعی کردم که به جای اینکه ستون‌ها یا ساختمون‌ها رو که معمولاً پایین طرح می‌زنن، من اومدم گفتم می‌خوام بذارم بالای طرح. اوکی، من فقط می‌خوام از یه بخشی از این طرح استفاده کنم، به خاطر همین ماسکش می‌کنم و قسمت زیادی از طرح رو که این قسمته و نمیخوامشون رو پاکشون میکنم. اوکی، این رو هم همینطور، این قسمت پشت رو هم نمیخوام، این رو هم پاک میکنم و این قسمت رو هم نرمش میکنم، پاکش میکنم به این شکل. طرحم رنگیه، میخوام سیاه و سفیدش کنم. کنترل شیفت
یو آلت شیفت یو پاک شد. خب میریم روی لایه کنترل شیفت یو. من روی ماسکش بودم درسته، میرم روی لایه کنترل شیفت یو رو میزنیم و طرحمون رو سیاه‌سفید میکنیم، میندازیم پشت کاراکتر اصلی که میخوایم کار کنیم. میافته این قسمت، من اینو بزرگترش میکنم که بیافته اینجا و اینو میارم یه کوچیک پایین تر. زئوسمون رو هم همینطور میارم این طرف تر، اینو میارم یه کوچولو به این سمت و این قسمت بالای زئوس رو پاک میکنم که یه خورده به طرحمون توی هم دیگه. اوکی اینجوری فکر کنم یه خورده باحالتر هم ممکنه بشه، ممکنه هم نشه، ولی فکر کنم که یه کوچولو باحالتر شد. اوکی یه دونه از اون مجسمه های دیگر رو هم برمیگردونم به ته به این شکل. خب این شد دوتا کاراکتر اصلی طرحمون، این رو هم سیاه و سفید میکنیم. خب بچه ها چیزهای دیگه که مونده، خب بذاریم این خود کوچیکترش کنم کامل بیافتون پشت. اوکی موافقی؟ الان بهتر شد، میبینید یعنی توی راستا قرار گرفت، اینجوری خیلی بهتر شد. یه کوچولو هم سعی میکنم این قسمت طرح رو برگردونم خب و این قسمت بالاشو دوباره نرم میکنم که این قوس رو به این شکل داشته باشیم دیگه. خب اینجوری خیلی بهتر شد، میبینی چقدر باحال شد. کارکتر بعدی که قرار 3 تا کارکتر، 4 تا کارکتر داشتیم، دو تاشو استفاده کردیم، یه دونه دیگه مونده، یه دونه دیگه میمونه این کارکترمون. من میخوام یه خورده کارمون، سبک کارمون میتونه گریواش باشه، میتونه گریواش باشه، میتونه بلک اند گری باشه و یه کوچولو هم رنگی داشته باشه که کار رو خفنتر و جذابتر کنه. این رو انتخاب میکنیم و میکشونیم توی طرح اصلیمون که میشه این. خب من دوست دارم توی طرحمون استفاده بشه این زئوس کوچولومون، به صورت استیکری هست، خیلی بزرگش نمیکنم. سعی میکنم یه دونه کارکتری رو استفاده کنم که بشه اجراش کرد. اوکی میخوام بیارمش اینجا، اصلا مهم نیست که بهش میاد یا بهش نمیاد، یعنی واقعا اهمیتی نداره. من دوست دارم این شکلی طراحی کنم و میتونی تو هم تو استایل خودت یه چیز جذاب طراحی کنی. چیزی که من دارم، کاری که من دارم الان انجام میدم، شاید توی طرح خیلی جذاب نباشه ولی از تو نگاه من زمانی که تتو میشه و تتوش تموم میشه و اون عکسی که از تتو برای من خروجی میده خیلی جذابه. خب پس سعی میکنم از این استفاده کنم، جاشو باید پیدا کنم. خب نمیخوام خیلی صاف و ساده باشه، یعنی جوری سیخ باشه، میارمش اینجا توی ریشش که اگه از این قسمت ریش من یه مقدار کار رو کم میکنه، عوضش خودش یه مقدار کار رو برامون جذاب تر میکنه. میاریمش تا اینجا قرار میدیم، یه کوچولو گنده ترش میکنیم. اوکی که خیلی هم کوچولو کوچولو نباشه، میاریمش اینجا روی قسمت، دابل کلیک میکنیم دراپ شادو و یه خورده سایزش رو بیشتر میکنیم و به صورت استیکر توی این قسمت قرارش میدیم. ناکنیم انگار که یه چیزی افتاده روی تر، چسبوندیم رو پوسترمون و خیلی هم بانمک شده و خیلی هم جذاب. یه کار دیگه میخوام بکنم بچه ها، میخوام که یه حالت گرافیتی انجام بدم. جدیدن خیلی مد شده انجام میشه و خیلی خیلی باحاله و خیلی طرح خوشگل میکنه. یه لایه جدید میسازم، براش رو بر میدارم و سایزش رو بزرگ میکنم. بله این عالیه، میخوام بنویسم زئوس. اوکی مهم نیست، اصلا فونتش مهم نیست، ولی میخوام به حالت گرافیتی بنویسم. روی لایه جدید اینو یه کوچولو قلمم رو باریک میکنم، کلیک راست میکنم، این میاد. نکنید براش رو میزنم، کلیک راست میکنم. وقتی کلیک راست میکنید این قسمت براتون باز میشه، براشم رو انتخاب میکنم، این رو یه مقدار نازکش میکنم و مینویسم
Zeus. Doo-doo. وای داشتم برعکس می نوشتم. اوکی یه چهار تا حرکت هم میزنیم روش. باحال شد. خب این رو کلیک میکنم، کوچیکش میکنم، میارم رو صورتش، رو این قسمت قرار میدم و کلیک میکنم. اوکی بچه، خیلی صاف و ساده افتاده رو طرحمون، اتفاقا خیلی باحاله، ولی یه کوچولو اینو گنده تر میکنیم، میاریم اینجا و میریم رو قسمت مود. این رو یه مود خیلی باحال بهش میدیم که بره تو بافت صورتش. اوکی کدومش به نظرتون باحاله؟ من فکر کنم اینجا یه دونه هارد لایت، سافت لایت فکر کنم خیلی جواب باشه. اینو جابجاش میکنیم، بله یه لایه ازش کپی میگیریم و این قسمت ها رو پاک میکنیم. خیلی خفن شد، خیلی دوست داشتم این رو، و یه کوچیک بزرگترش میکنیم. میتونیم پیشونیش هم بنازیم ولی خیلی دیگه معلوم نمیشه اصلا چی ازش. اوکی زئوسمون میاد توی این قسمت قرار میگیره. خدایش طرحمون خیلی خفن شد. خب این از این کامل شد، تموم شد. فقط چی میخواد؟ یه بکگراند خوشگل براش میسازیم. این قسمت پایین لایه جدید باز میکنیم، براش رو میزنیم دوباره و میایم اینجا یه خورده کلیک راست میکنیم، دوباره لایتش میکنیم. یه بکگراند مشکی براش میسازیم، اپاسیتیشو میکنیم 50 که خیلی اذیتمون نکنه. خب این از این، این هم از این. اوکی میریم سراغ این که بکگراندمون رو یه کوچولو، ببخشید بچه ها که خیلی بردمش عقب، شما نتونستید ببینید. خب میریم اضافه هاشو پاک میکنیم، من احساس میکنم این قسمت نباشه بهتره. اوکی یه کوچولو تو این قسمت ها مثلا اونجا باشه، خب اینجا نباشه. یه کوچولو هم اینجا رو پاک میکنیم، میایم اینجا این قسمت رو اینجا پاک میشه. این از این، این شد طرحمون دیگه. اوکی این رو پاک میکنیم، بک‌گراندی که ساخته بودیم رو. اگه موافق باشید من اینو یه کوچیک بیارم بالاتر. خب اوکی مثل همیشه میریم یه خوردم به این حالت خاصی بهش بدیم. این رو کم میکنیم یا آدش میکنیم. بله این از این اینجا پاک میکنیم. باحال نشد، برمیگردونیم به حالت اولش. خب یه دوست دارم یه سفید بیافته رو تر هم. اوکی یه کوچیک مثلا یه همچی چیزی بیافته تو تر هم خیلی فکر کنم باحال میشه. یهش برداریم که نرم باشه. اوکی خب بچه ها میبینید خیلی اینجوری فکر کنم با حال تر میشه. خب این قسمت رو هم پاک کردیم، این قسمت رو هم همینطور این کار رو میکنیم
فکر کنم دیگه کافی باشه. خب این از این، این از طرح جذابمون، طرح زئوسمون. این قسمت زئوس باحال داریم، اون بالا اینو کاشتیم، خودش این وسط یه کوچیک نیاز داره که من این کاراکتر اصلیمون رو لولش کنم. کنترل ال رو میزنم، یه مقدار سیاه و یه مقدار سفید رو بهش اضافه میکنم. خب بچه ها، طرحمون رو آماده کردیم. من سعی کردم خیلی سریع این کار رو انجام بدم. سوالاتی که دارید و میتونید از من بپرسید. من یه خورده تو ویدیو سرم این شکلی پایین بود به خاطر اینکه داشتم فوکوس میکردم رو طرحم، و میتونید این ایدهایی که من الان دادم ایدهای خیلی خام و ابتدایی بود. شما میتونید ایدهاتون رو خیلی خفنتر کنید، میتونید خیلی بزرگتر کنید، میتونید استایل خودتون رو توی طراحی داشته باشید تا یه امضایی هم باشه توی کاراتون. خیلی مخلصم. بچه ها سابسکرایب یادتون نره، لطفا لایک کنید ویدئویی که میبینید رو اگه خوشتون اومد، یعنی سعی کنید خوشتون بیاد. مرسی. لطفا لایک کنید و نظراتتون رو بنویسید، لطفا برای دوستاتون بفرستید و از این صفحه حمایت کنید. خیلی مخلصم، امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.